کتاب کنیز ملکه مصر. آنتوان گفت: من از چیز دیگر هم میترسم و آن این است که امروز تا 2 سال یا 3 سال دیگر پدرت تو را شوهر خواهد داد. کلئوپاترا گفت: من شوهر نخواهم کرد. آنتوان گفت: اگر پدرت قصد داشته باشد تو را شوهر دهد، تو نمیتوانی شوهر نکنی. کلئوپاترا گفت: برای چه؟ آنتوان گفت: برای اینکه تو دختر پادشاه هستی. کلئوپاترا گفت: آیا دختر پادشاه مجبور است که شوهر کند؟ آنتوان گفت: یک دختر از طبقه عوام می تواند از وصلت با مردی که مورد تمایل او نیست خودداری کند، ولی دختر یک پادشاه مجبور است که طبق ثواب دیده پدرش شوهر نماید و لوداماد مورد نفرتش باشد. برای اینکه دختر پادشاه را بر طبق آنچه به اسم مصلحت ملک و ملت می خوانند شوهر می دهند، نه به دلخواه او. مگر نه این است که به دفعات دختران سلاطین مصر را با پسران سلاطین سوریه و ایران ازدواج کردند، در صورتی که از آنها نفرت داشتند، اما مصلحت سیاسی اقتضا می کرد که دختر پادشاه مصر زوجه یک شاهزاده سوریانی یا ایرانی شود. کلئوپاترا گفت: من اطمینان دارم که پدرم مرا به هیچ یک از شاهزادگان خارجی نخواهد داد. آنتوان گفت: از کجا این اطمینان برای تو حاصل شده؟ کلئوپاترا گفت: پدرم فکر می کند من دختری هستم زیبا و باهوش و دانشمند. وی عقیده دارد که یک چنین دختر با استعدادی نباید با یک شاهزاده خارجی شوهر کند و از خانواده ما بیرون برود، بلکه باید او را به برادرش داد تا در خانواده ما بماند و زیبایی و هوش او به فرزندان خانواده سلطنتی منتقل گردد. آنتوان گفت: ولی برادر تو کوچک است و نمیتواند با تو تزویج نماید. کلئوپاترا اظهار کرد: پدرم صبر خواهد کرد تا برادرم بزرگ شود و آنگاه ما را به هم خواهند داد. آنتوان پرسید: آیا تو برادرت را دوست داری یا نه؟ کلئوپاترا گفت: برادر من هنوز یک پسر بچه است، ولی پیش بینی می کنم که وقتی بزرگ هم بشود هرگز وی را دوست نخواهم داشت. در آن موقع صدای گروهی از مردم شنیده شد.